جهش بزرگ و جهاد بزرگ. ما دولت اقدام، دولت تحول هستیم. دولت مردمی شکل خواهد گرفت. تحت عنوان انقلاب سوم با دولت سلام، دولت تحول. من دولتم دولت تحول هست. سلام، تنها 18 روز تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 1400 باقی مانده و تلاش نامزدها برای تشریح برنامه‌هایشان و البته اقناع مردم هر روز پرحرارت‌تر می‌شود. در هفتمین روز تبلیغات رسمی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، همچنان اقتصاد محور اصلی برنامه‌های نامزدهاست. آقای سعید جلیلی که برای ضبط گفتگوی تلویزیونی با جامعه نخبگانی شبکه 4 سیما به ساختمان تولید رفته بود، از لزوم اجرای طرح‌های ایجابی برای مقابله با قاچاق گفت. اینکه قاچاق را باید پرهزینه کرد. یکی از مهمترین برنامه‌ها این است که مبارزه با قاچاق فقط در مبادی نیست، در مقاصد هم باید باشد. یعنی شما اگر در مبادی ورود کالا تمهیداتی رو دارید و اون کفایت نمی کند، شما حتما باید در مقاصد که اون کالا می خواهد هم به اصطلاح به فروش برسد یا به مصرف برسد، در اونم باید عمل کنید. در اونم باید شما برنامه داشته باشید که چه حرکتی رو می خواهید انجام بدهید. ضمن این که شما باید کاری بکنید که قاچاق پرهزینه بشود. اگر شما جرائمتون یا برخوردهایی که دارید برای طرف این بشود که خب این حد اکثر یک تخلف است و سودش بسیار بیشتر از جرائمش است، خب این حتما شما نمیتوانید موفق بشوید. نکته مهم این است که شما برای مقابله با این بحث با قاچاق میتوانید طرحهای ایجابی داشته باشید. نه تنها جلوی قاچاق رو بگیریم، جلوی کولهبری رو بگیریم، اون لطمات رو بگیریم، بلکه این فرصت جوانان مرزنشینمون رو، 7 میلیون مردم مرزنشینمون رو تبدیل کنیم به یک فرصت برای جهش در صادرات کشور. آقای محسن رضایی هم که به زیارت گلزار شهدای بهشت زهرا رفته بود، گفت که ایستادگی امروز ملت مدیون خون شهداست. ما اگه بخوایم دوباره جامعهمون به برادری و وحدت و انسجام و ایثار و فداکاری برسه، باید دوباره برگردیم به همون عبور از نفس خود ما. متاسفانه تو این 2-3 دهه اخیر نفع شخصی اومده به جای نفع عمومی جایگزین شده، خودخواهی و تکبر اومده به جای تواضع و دیگران رو دوست داشتن جایگزین شده. کلا نظام ارزشی ما در این 2-3 دهه اخیر تغییر کرده و دنیاگرایی و انحرافات عظیمی به وجود اومده. من اومدم اینجا که به شهدا بگم اگر خدای متعال فرمانو به من بده، با همه وجود تلاش خواهم کرد که از خودم گرفته تا اعضای دولتم اینها رو برگردونیم به همون روحیه ایثار و فداکاری. یه بار دیگه ما خودمون رو سپر ملت ایران خواهیم کرد و سعی میکنیم دوباره خوشحالی شادمانی رو به چهره ملت ایران برگردانیم. ما تلاش خواهیم کرد که فداکاری و ایثار رو از کابینه خودم شروع کنم، آغاز کنم. این مثل یه رودخانه انشالله از دولت من به جامعه سرایت خواهد کرد. آقای سید ابراهیم رئیسی هم که به ساختمان شهدای رادیو آمده بود، رشد نقدینگی را ریشه بسیاری از مشکلات تولید دانست. برنامه اون اینه که حتما در فعالیت اقتصادی جذابیت زدائی بشه از فعالیت‌های اقتصادی غیر مولد. تولید درش نیست، میره تو بازار ارز و طلا و زمین و مشکلات اقتصادی ایجاد میکنه. حتما جذابیت زدائی به نحو ایجاد مقرراتی که از یک طرف ایجاد جذابیت بکنه برای تولید و جذابیت زدائی بکنه از فعالیت‌های اقتصادی غیر مولد. حتما در این رابطه ما موضوع بسیار مهم در رابطه با خلق نقدینگی و رشد نقدینگی که امروز از کارخونه دار میپرسی مشکل چیه، کارخونه داره مشکل برای تولیدش ایجاد میشه، در کارخونه رو بستی، میگه نقدینگی کم دارم. از یک طرف تمام اقتصاددان ها معتقدن رشد نقدینگی بسیار خطرناکه. اگر این نقدینگی بره به طرف تولید، اگر این هدایت نقدینگی به طرف تولید صورت بگیره، نگرانی وجود نداره.
ولی متاسفانه این نیست. الان اونی که الان نگرانی ایجاد کرده اینه. پس مدیریت خلق نقدینگی، معنای مدیریت آن است که نقدینگی بره به طرف تولید و تبدیل بشه به تولید در کشور، اون وقت نگرانی ها کاملا منتفی خواهد شد. آقای علیرضا زاکانی هم در حاشیه حضورش در شبکه خبر برخورد با دست‌های پنهان قاچاق سازمان یافته را از اولویت‌های دولتش خواند. زمینه این که اصلاً قاچاق کالا صرف و صلاح داشته باشه از بین ببریم، با تنظیم بازار و با دقتی که در مسیر ریشه‌کنی قاچاق صورت خواهد گرفت و در کنار او بی‌محابا با سرکرده‌های قاچاق و عناصر اصلی که وجود دارند در پس پرده مبارزه کنیم. ما در شهر نباید به دنبال قاچاقچی بگردیم، ما کولبران رو نباید قاچاقچی بنامیم. قاچاقچی واقعی کسانی هستند که در پس پرده قرار دارند، بر قدرت تکیه زدن و بر جان مردم و مال مردم و حیثیت مردم مسلطن و برای او ارزش قائل نیستن، لذا با همه وجود حرکت کردن که متاسفانه ریشه تولید رو در کشور خشک کنن و اقتصادی وابسته رو و بهره‌مندی شایانی رو از قبل قاچاق و مسائل اینچنینی داشته باشن. با دست‌های پنهان قاچاق و قاچاق سازمان یافته در اولویت برخورد خواهیم کرد. آقای سید امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی هم که برای ضبط برنامه‌های استانیش به رسانه ملی آمده بود، راهکارهایش برای مقابله با قاچاق را تشریح کرد. ما یه چیزی حدود 138 هزار میلیارد تومان قاچاق داریم در کشور و جالبه بدونید که 17 هزار میلیارد تومان از این، یعنی یه چیزی حدود 12% کشف میشه، 12% کشف میشه و از این 0.6 هزار میلیارد تومان به عبارت بهتر، یعنی حدود 0.5% محکوم میشن و 1% وصول میشه. یعنی واقعا روش های مبارزه با قاچاق و این کارهایی که ما کردیم، سازمان های عریض و طویلی که درست کردیم، به جز این که عدم پاسخگویی درست کنه هیچ اتفاق دیگری نیفتاده. به نظر میرسه به لحاظ ساختاری مبارزه با قاچاق دچار مشکلات جدی هست. اینکه ما یک ستادی درست کنیم که هم سیاستگزار باشه، هم مجری، هم ناظر، این غلط بزرگ هست. این ستا حوزه باید از هم جدا بشه، یعنی حوزه سیاستگزاری، اجرا و نظارت در حوزه مبارزه با قاچاق باید اصلاح بشه. در ضمن کار یک ستاد نیست، ما ستاد و شورا درست میکنیم برای که هیچکی جواب نده، باید وزرای مربوطه مسئول بشن، یعنی وزیر اقتصاد باید مسئول بشه، وزیر صنعت معدن تجارت باید مسئول بشه و پاسخگو باید باشه در این زمینه، نه که بسپاریم به یک نهاد فراقوه‌ای که جواب هیچ کس رو هم نمیده. هزینه فعالیت قانونی و حلال رو هم باید کاهش بدیم. آقای محسن مهرعلی‌زاده هم در حاشیه ضبط برنامه دستخط، مانع‌زدایی در مسیر تولید و توجه به صادرات را از محورهای اصلی برنامه‌هایش خواند. مشکلاتی که فراراه تولید هست، از جمله قوانین متعدد، از جمله بخشنامه‌های متعدد و متکثر و متناقض و متعارض، اونا رو برداریم و واحدهایی که الان هستن نزدیک به 70% ظرفیت تولیدی الان توی کشور، تو اغلب توی واحدهای کوچک و متوسط تعطیل شدن در اثر همین عرض شود که مسائل دست و پاگیر اداری و بخشنامه ها و اینها. اگه اینا باز بشه، اتوماتیک نقدینگی به اون سمت هدایت خواهد شد و اون قدرت تخریبی خودش در جهت های دیگر رو از دست خواهد داد. ما همزمان با تولید بایستی مسئله صادرات رو هم بهش فکر بکنیم، بایستی ما تشویقای صادراتی بذاریم، به ویژه در خصوص حفظ بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه بایستی یک تشویقاتی بذاریم. به هیچ وجه نباید اجازه بدیم به اینکه یه وزارتونه یه دستگاهی هر روز بخواد دلش خواد یه بخشنامه صادر بکنه که امروز به فرانجا صادر بکنه، یه فرانجا صادرات قطعه، چون چیزی نباید داشته باشیم. وقتی صادر کننده یک بازاری پیدا کرده و رفته بالاخره با هزار بازاریابی هزینه کردن بازاری پیدا کرده،
بایستی بیاد اون بتونه بازارش رو حفظ بکنه و این حفظ کردن بازار یعنی هدایت تولید به بازارهای جهانی. آقای عبدالناصر همتی هم شب گذشته در حاشیه حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری در جمع خبرنگاران از ضرورت توجه به تولید داخلی برای مقابله با قاچاق گفت و البته عزم جدی دستگاه‌ها برای برخورد با قاچاقچیان. من به نظرم برخورد کردن با قاچاق خیلی سخت نیست. مگه میشه ندونن؟ الان ما که میدونیم از کجاها داره وارد میشه، کجا میره و چگونه مثلا از جنوب وارد میشه میره در غرب، در غرب اون ور مرز دوباره تخلیه میشه، دوباره میاد این ور مرز وارد کشور میشه. خب اینا همه میدونن. خب باید جدی باش برخورد کرد. به نظر من قابل حل، فقط باید اراده باشه در همه دستگاه‌ها با هم با هماهنگی بتونن این کار رو انجام بدن. یه بخشش در تولید باید بهش توجه کنیم، یعنی قید و بندهایی که برای تولید وجود داره، قیمت‌های اون رو در مقابل قیمت‌هایی که خارج میاد یه مقدار از حالت رقابت خارج میکنه، کارآمدی واحدهای تولیدی ما رو پایین میاره. یه بخش از این ور باید کمک بکنیم که کالای خارجی نسبت به کالای داخلی خلاصه مزیت قیمتی نداشته باشه. یه بخش هم این که به طور جدی با عزم همه دستگاهایی که زیر مدخل هستن انشالله بتونیم این رو جمعش بکنیم. قابل جمع شدنه به نظر من اگر اراده باشه، که بنده یکی از تصمیمات جدیم هست که انجام بدم، ما انشالله در آینده نزدیک میتونیم این معضل رو از کشورمون برچینیم. از امروز پخش مستندهای تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آغاز می شود و فیلم اول مربوط به آقای سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی است که ساعت 20 روی آنتن شبکه 1 سیما خواهد رفت. نهیر اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.